با درود خدمت بینندگان عزیز و درود به ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به خصوص افسران و درجه داران نیروهای مسلح از ارتش بود گرفته تا سرباز پاسبان که بیش از هر طبقه اجتماعی در این شورش 57 بهشون صدمه خورد و بیشترین کشتارها از این گروه اجتماعی انجام گرفت. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان ایران را امروز خدمتتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز سه بحث خواهیم داشت. بخش اولمون مربوط به برنامه جا اندازی های جدید در سطح بین المللی است و اگر فرصتی باقی بود درباره اصول و مبانی جبهه هماهنگ مبارزان ایران که چندین بار وعده داده شده صحبت خواهم کرد و بعد هم براندازی رو توضیح خواهم داد. قبل از اینکه وارد مطلب بشیم لازم است که اینجا از دوست گرانقدرمون جناب آقای نادر پیمایی روانشاد که هفته گذشته من در مورد ایشون صحبت کردم یادی بکنیم و ایشون در جبهه هماهنگ مبارزان ایران و همینطور کنگره همبستگی ایرانیان که از اون پایه‌گذاران هر دو بودن جایشون بسیار خالیه و به هیچ وجه جرم‌پذیر نبوده و هر روز و هر روز بیش از هر روز این احساس خلأ و کمبود ایشان احساس میشه. همینطور یادبودی داشته باشیم از شادرمان منوچهر فرهنگی، یک خدمتگزار واقعی فرهنگ ایران از اهالی کرمان و زرتشتی و کسی بود که بیشترین عمرش و بیشترین قسمت عمرش رو صرف خدمت به هممیهنان و از کنم که ایران کرد و با هر ترتیبی براش امکان پذیر بود به ایرانیان کمک میکرد، اهم از این که زرتشتی باشن یا نباشن. مسئله برای ایشون انسانیت بود، ولی در هر صورت چون جمهوری اسلامی نمیتوانست ایشون رو بر به تابه مثل بقیه میهن پرستان دیگری که قبلا به قتل رسونده بود، ترور کرده بود، ایشون را هم در 7 سال پیش در شب نوروز با کارت به وسیله یک مهاجم سلاخی کرد. در هر صورت بعد یادش رو گرامی بداریم و هر سال این روز رو به یاد ایشون یادآوری کنیم و به یاد ایشون باشیم. حالا برگردیم به برنامه اصلیمون و اون برنامه جااندازی های جدید. همونطوری که صحبت کردیم این 3 نفر رو در قالب برنامه های سیاست خارجی مشغول هستن که اینا رو جااندازیشون رو انجام بدن. البته یه نفر 4 هم اضافه شد که بعد توضیح خواهم داد و این 3 نفر عبارتند از امیر حسین موسوی و همسرشون زهرا رهنورد و مهدی کروبی، آخون مهدی کروبی. در مورد بانو زهرا رهنورد یا زهره کاظمی بروجردی توضیح زیاد داده شد، فقط من نکته که میخوام اضافه بکنم این است که همونطوری که در مورد شیرین عبادی یه برنامه بین‌المللی تنظیم شد برای جا اندازی ایشون که بتواند جایزه نوبل رو ببره، در صورتی که صلاحیت این کار نداشت و برخی از ایرانیان تصور کردند چون اونها دنبال این کار بودن به خاطر فعالیت اونها این جایزه نصیب اون شده، در اینجا هم برنامه وجود داره برای همین خانم زهرا رهنورد که گفته شده ایشون یکی از 3 متفکر بزرگ جهانه. خب این یه حرف بسیار بزرگیه و یک کم اصولا اغراق‌آمیز هست و گفتن یکی مثلا اوباماست، یکی هم رئیس بانک مرکزی آمریکا و نفر سوم ایشون. در مورد آقای میر حسین موسوی هم در هفته گذشته و هفته های گذشته بنده بیانات ایشون رو عنوان کردم، با اینکه گفته شده بنده فکر میکنم یک بار دیگه ضروری باشه که با طرز تفکرشون آشنا بشیم. در استاد شماره 10 مرزه فرمایید ایشون مطالبی رو عنوان کرده که بسیار قابل توجهه. یکی این که همونطوری که خمینی گفته بود که هدف عبارت از جمهوری اسلامی
نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، ایشون هم عین همون رو الگو گرفته و بارها و بارها اونو بیان کرده و بعدم عنوان کرده که این جنبش اختربانه منظورش جنبش سبز هیچ ارتباطی با خارج نداره، در صورتی که این ارتباط با خارج داره. و همون موقعی که این مسئله مطرح شده بود همه ایرانیان متوجه شدن که از غرب تدارک دیده شده بود که پارچه سبزی در اونجا بین مردم توزیع بشه. بعدم گفته شده که در سال 57 همه مردم در صحنه انقلاب بودن، حتی پادگان ها، و این یه دروغ بسیار بزرگه. همونطوری که میدونیم چنین چیزی وجود خارجی نداشته. البته آقای عباس مینانی و امثال هم که اینو به صورت یه خودجوش شورشی میخوان معرفی بکنن، بعد اونا با ایشون همراهی هستن، ولی همونطوری که میدونیم چنین نبوده و پادگان ها فقط در اثر خیانت اون فردوس و برخی از سران ارتش باعث شد که نیروهای نظامی به پادگان ها برگردن و بعدم در داخل اونها حتی قبل از این کنه برگردن به پادگان ها فعالیت ها شده بود و اونها رو شستشوی فکری داده بودن و حتی چند افسر بسیار وطن پرست و به وسیله برنامه‌ای که تنظیم شده بود در خوابگاه ها و در نهارخوری ها اونها به رگبار بستن. و هنوز ایشون معتقد بوده که اگر دیکتاتوری در جمهوری اسلامی وجود داره، این دیکتاتوری منشأش عبارت است از رژیم شاهنشاهی. این دوتا چه ارتباطی با هم داره بعد از 31 سال هنوز معلوم نیست. لابد ایشون که مهندس آرشیتکت هست و هنرمنده پاسخی بر این کار داره. بعد از اون مهمتر عنوان کرده کسانی که خواستار هستند که جمهوری اسلامی نباشه یا عبور از جمهوری اسلامی رو میخواهند، اینا فقط چهره های منفور شاهنشاهی هستند. در صورتی که میدانیم چنین چیزی نیست. بسیاری از کسانی که حتی اعتقاد به نظام شاهنشاهی ندارن، اونها هم جمهوری خواها، اونها هم خواستار برکناری جمهوری اسلامی و عبور از قانون اساسی هستند و این حق طبیعی همه مردم ایرانه. خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی یه خواست راهبردیه که من توضیح بدم منظورش این است که ما از اون چه که قانون اساسی هست ذره ای نباید عدول بکنیم و این یک خواست راهبردی یا استراتژی است برای اینکه بتواند یه حکومت مناسبی در ایران برقرار بشه. بعدم عنوان کرده که رنگ سبز رنگ اهل بیت پیامبر به عنوان اسلام، به عنوان اسلام رحمانی است و ما دیدیم در ظرف این مدت که اسلام رحمانی چگونه عمل کرده و با چه بیرحمی هایی حتی به کودکان زیر 18 سال رحم نکرده و اونها رو در زندان ها نگه داشته تا به 18 سال برسن و بتواند اونها رو اعدام بکنه. این هست اسلام رحمانی، در صورت که اسلام رحمانی به هیچ وجه با این حکومت موجود جمهوری اسلامی هماهنگی مطلقا نداره. و بعدم گفته جنبش سبز به کرامت انسانی و تنوع اندیشه احترام میگذارد. از یه طرف گفته میشه تنوع اندیشه و از طرف دیگه در صدر صحبتش ایشون عنوان میکنه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کم. حالا در هر صورت همونطوری که میدونیم فعالیت های زیادی در داخل و خارج برای جنبش سبز شد، سازمان های مختلفی به وجود اومدن، حتی مقامات بسیار عالی هم به دنبال جنبش سبز رفتم، ولی چون اصالتی نداشت و این از بیرون به خلاف نظر آقای موسوی از بیرون القا شده بود و دیکته شده بود نتوانست سر بگیره. هر چقدر رنگ و لعاب مختلف به این جنبش سبز داده شد، همونطوری که در اسلاید شماره 11 ملاحظه می‌فرمایید، این جنبش سبز در یک در جوانی ناکام شد و طلوعش در 22/3/88 بود و غروبش هم در 9/10/88 که از اون به بعد دیگه هیچ خبر نیست، جز کسانی که دکانداران سیاسی هستند و هنوز از این عنوان استفاده می کنن، مثل کسانی که دنبال کلمه موج سبز و یا عباراتی مشابه اون هستند که اونها البته بی مایگیشون و بی تدبیریشون و غیر قابل عملی بودن نظراتشون به کرات و کرات ثابت شده.
در این بحثی که بنده میخوام بکنم به این نتیجه خواهم رسید که این آقای میرحسین موسوی چون ایشون یه چپگرای واقعی هست و از چگوارا الهام میگیره، ایشون واقعا بعد از مرگ خمینی از نظر سیاسی یتیم شده. حالا دلیلشو میگم خدمتتون. چرا در ضمن این کار بنده میخوام ببینم که ریشه اختلاف این آقای خامنه‌ای و موسوی، و موسوی هم که میر حسین موسوی هم خامنه اسمش دنبالش هست، و این دوتا چیه؟ حالا صرف نظر مسئله خانوادگی از کجا آب میخوره؟ اقداماتی علاوه بر اون مشاقه‌ای که آقای میر حسین موسوی داشت و در جلسه گذشته من به عرض بینندگان رسوندم، مطالب جدید رو بنده میخوام عنوان میکنم. اما این است که ایشون به حزب جمهوری اسلامی به رهبری آقای محمد بهشتی ملحق شد و در اونجا در واقع همدست و همکار آقای بهشتی بود. البته بهشتی رنگ چپ نداشت، ولی اون با همه گروه ها میخواست همکاری بکنه برای اینکه سودای دیگری خودش در سر داشت. ولی در هر صورت این آقای موسوی رفت جزو حزب جمهوری اسلامی که مخلوق آقای بهشتی بود و بعدم اونجا شد دبیر سیاسی حزب. دبیر سیاسی حزب یعنی یه شغل بالاترین شغلی در واقع در یه حزب ممکنه وجود داشته باشه. و بعد روزنامه جمهوری اسلامی رو که آقای بهشتی راه انداخت، ایشون هم سردبیر اون کار شد. یعنی واقعا مورد اعتماد بهشتی و خمینی 100%. در اون روزنامه یه مقداری ماهیت خودش رو نشون داد، حالا مقالات چپی که می نوشت به جای خود، ولی شروع کرد به یه مقداری تعریف و تمجید کردن از مرحوم مصدق، و در نتیجه یه تعداد زیادی از اعضای حزب از در مخالفت با ایشون در اومدن. اینا عبارت بودن از این آیت، حسن آیت، آقای کاشانی، پسر کاشانی بزرگ، و آقای عبدالمجید دیانمه. در نتیجه باعث شد که چندین بار که پیشنهاد شد آقای موسوی بشود وزیر خارجه، به علت نفوذی که این سه نفر در حزب داشتن نگذاشتن که ایشون بشود وزیر خارجه. تا اینکه در 1360 به دستور خمینی و موافقت خمینی در کابینه آقای رجایی با هنر و مهدوی کنی بالاخره شد وزیر خارجه. اما در دوره رئیس جمهوری خامنه‌ای که از اینجا مسئله آغاز میشه، آقای خمینی چندین بار دستور داد که این بشه نخست وزیر، در صورتی که آقای رئیس جمهور اون موقع، آقای خامنه‌ای امروز و رهبر امروز، تمایل داشت که آقای ولایتی بشود نخست وزیر. ولی چون ولایتی حتی در بین اون منتخبین خود خمینی در به اصطلاح مجلس اعتباری نداشت، به اون رأی اعتماد داده نشد و در نتیجه به دستور خمینی آقای خامنه‌ای مجبور شد آقای موسوی رو به سمت نخست وزیر انتخاب بکنه. در دوره بعدی رئیس جمهوری خامنه‌ای، البته اینا با هم دیگه یه مقداری نقار و کشمکش در کار اداری داشتند، آقای موسوی شکایت میکرد، آقای خامنه‌ای شکایت میکرد به آقای خامنه‌ای، و همینطور این کشمکش ادامه داشت. تا اینکه در دوره دوم رئیس جمهوری آقای خامنه‌ای، ایشون رسما نخواست که آقای موسوی انتخاب بشه و حتی چندین واسطه از جمله آقای ناطق نوری رو فرستاد پلو خمینی که به هیچ وجه صلاح نیست ایشون بشه نخست وزیر. آقای خمینی هم با توجه گفته میشه، با توجه به گفتار محسن رضایی
که اون بحبوحه جنگ بود، گفته بود که اگر این نخست وزیری عزل بشه یا نخست وزیری نباشه، ممکنه در روحیه سپاهیان که در جنگ هستن اثر بگذاره. این بود که خمینی در مطلبی گفته بود که تعویض یا استعفای این آقای میرحسین موسوی، چون چندین بار استعفا داده بود، خیانت به اسلامه. در نتیجه با توجه به بساطت هایی که ناطق نوری کرده بودن از طرف آقای خامنه ای و بقیه روحانیون دیگه، مثلا اونایی که مورد قبول خامنه ای بودن، ولی در هر صورت طبق دستور صریح خمینی مجبور شد برای بار دوم علی‌رغم میل باطنی خودش آقای موسوی رو به نخست وزیری منصوب بکنه. ولی خب این چون خیلی با اکراه این کار انجام شده بود، کارشکنی ها در این دوره خیلی بیش از دوره گذشته شروع شد و این آثارش در کارهای اداری و مملکتی مشهود شده بود و در هر صورت خمینی هم وساطت میکرد و میخواست اینا رو یه جوری التیام بده، ولی در هر صورت آقای موسوی مجبور شد سه بار استعفا داد. ولی آقای خمینی هم طور که عرض کردم گفتش که قبول استعفای موسوی خیانت به اسلام. در نتیجه خامنه ای علی‌رغم میل باطنی خودش مجبور شد این شخص رو تا آخر نگه داره. ولی بعد از اینکه خمینی فوت کرد، چون این آقای موسوی به اتفاق گروه های دیگری که چپگرا هستند و جناح چپ رو تشکیل میدن در داخل ایران که تعداد کثیرشون جز اصلاح طلبان هستند، اینها تا موقعی که خمینی بود مورد حمایت بودند، ولی به محض اینکه خمینی فوت کرد، در هر صورت همونطور که عرض کردم اول همه در ابتدا خود این آقای میرحسین موسوی از نظر سیاسی یتیم شد و همه جناح چپ هم به همین ترتیب کنار گذاشته شدند که بعد در اون برنامه مربوط به کروبی هم بنده بیشتر توضیح خواهم داد. و بعد از اینکه خمینی فوت کرد، خامنه ای فرصتی پیدا کرد برای انتقام جویی، انتقام از اینکه علی‌رغم میل باطنیش مجبور شده بوده این آقای میرحسین موسوی رو نخست وزیر بکنه. البته اینجا سوء تعبیر نشود که اگر گفتاری در این زمینه میشه، این دلیل بر این نیست که حتما آقای میرحسین موسوی یه فرشته‌ای بوده و غیر از بقیه، در صورتی خود آقای میرحسین موسوی هم در زمانش بزرگترین جنایات در جمهوری اسلامی واقع شده، بزرگترین کشتارها در زمان ایشون انجام شد، قوانین غیر انسانی و ضد بشری در زمان ایشون و آقای کروبی وضع شد و بسیاری از گرفتاری های دیگری که الان فرصت اون نیست بعدا به تفصیل بنده صحبت خواهم کرد. در صورت بعد از فوت خمینی، آقای خمینی فرصتی پیدا کرد برای اینکه بتواند از این گروه چپ یا اصلاح طلبان انتقام بگیره. البته اینجا وضع آقای هاشمی رفسنجانی به گونه دیگری است که اینو بعداً در فرصت مناسب در مورد رفسنجانی بنده صحبت خواهم کرد، چون ایشون به عنوان هم این طرف میخواد داشته باشه هم اون طرف میخواد داشته باشه، الان هم برنامهش همینه، ولی در هر صورت اون هم به عنوان اصلاح طلب شناخته میشه و سردمدار اصلاح طلب هاست، ولی به صورتی که آقای موسوی و آقای کروبی و مثل محتشمی پور و بقیه خمینی ها اینا چپگرا هستن، آقای رفسنجانی همیشه میخواد به قول خودش حد اعتدال رعایت بکنه و میخواد مانبود کنه که نه چپ چپ نه راست راست. در هر صورت بعد از اینکه در انتخابات سال 88 اون ماجرا پیش آمد و اون به قول ایشون جنبش سبز را افتاد و اون گرفتاری ها برای مردم ایجاد شد و تعدادی کشته شدن در اون خودجوش بودن اون برنامه، که اینجا بنده باید یه توضیح بدن چون ممکنه سوء تعبیر بشه، اون قسمت جنبش سبزی که آقای موسوی و کروبی و امثالهم را انداخته بودن و در کنارشون آقای خاتمی بود،
اون یه جنبش سبز سیاسی بود فقط به خاطر این چند نفر، ولی بعد از اینکه مردم دیدند موقعیت مساعده به خیابان ها ریختن و اون واقعا یه جنبش اصیل مردمی بود و اگر سیاست غرب در اون موقع هماهنگی میکرد با مردم ایران، در همون موقع این جمهوری اسلامی ساقط شده بود و این همه گرفتاری مصیبت نه برای ملت ایران که امروز به سیاه روزی نشسته ایجاد می شود، نه برای دنیای غرب هیچ مسئله ایجاد می شود که حالا مجبورند با دریوزگی با جمهوری اسلامی به یه ترتیبی کنار بیایند. در هر صورت بعد از اون ماجرا گروه های اصولگرا یا راستگرایان در جمهوری اسلامی چه در مجلس و چه در خارج سخت فعالیت کردند و در هر صورت اینا رو از به حاشیه سیاسی روندن و به اینجا اکتفا نشد و چون اونها فعالیت میکردن باز هم، منظورم از اونها ایشون و آقای کروبی و خانم زرانورد و چند نفر دیگه، این بود که اینها نهایتا مجبور شدن که برای مدتی تبعیدشون بکنن و بعدم به حبس خانگی محکوم شدن و از همه بدتر این بود که رسما در مجلس بعضی از نمایندگان مجلس اینا رو مفسد فی‌الارض خطاب کردن، که مفسد فی‌الارض دیگه دوستان حتما آشنا هستن که مفسد فی‌الارض کسی است که وجودش در ارض در کره زمین زیادی است و باید اعدام بشه، یعنی در واقع اینو بین خواستن گوشزد بنک بکنن که اگر شما زیادتر از به اصطلاح گلیم خودتون فارو فراتر بگذارید، در صورت به عنوان مفسد فی‌الارض می توانید از بین برفید. من قبل از اینکه راجع به آقای کروبی صحبت بکنم، چون بعداً در ساختار نظام مجبورم من به این دو مسئله بارها و بارها اشاره بکنم، در این فرصت استفاده می کنم و این دوتا پدیده رو، یکی جامعه روحانیت مبارز و یکی مجمع روحانیون مبارز رو، اینا رو تشریح کنم و فرق اینها رو با هم خدمت بینندگان عرض بکنم. بعد از خرداد 42 که خمینی برنامه داشت در اون موقع همین شورش رو انجام بده و در هر صورت با درایت و مدیریت که اون موقع وجود داشت این کار انجام نشد، این ملایان که با الهام از هر کشوری که بود قصد این داشتن که این حکومت رو ساقط بکنن، حکومت پهلوی رو، شاهنشاهی رو و حکومت اسلامی همون ما قبل تاریخ یا 1400 سال پیش رو بیارن برپا بکنن و این مصیبت و گرفتاری رو طبق نظر اون عواملی که از وجود رژیم گذشته ناراحت بودن که به کرات هم دیدیم نظایرشو، بیان این جمهوری اسلامی رو برپا بکنن، چون شکست خورده بودن رفتن برای خودشون یه مقداری بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که بایستی یک سازمان سیاسی داشته باشن، علاوه بر اون مسئله روحانیت که وجود داره اینها باید روحانیت مبارز ایجاد بکنن. البته به صورت غیر رسمی این وجود داشت، شبکه مسجد در اختیار اینها بود به طور کامل و صندوق‌های قرض الحسنه که این طرف و اون طرف درست می‌شد در واقع بخشی از این برنامه بود و من خوب یادمه که حتی در استان فارس به این پسر آقای محلاتی که رفت آمدی باش داشتم بنده، البته با همش اومد رفت آمد داشتم به خاطر مصالح استانی و مصالح مملکتی، گفتم که ما در اختیارمون بودجه ای هست که اگر شما خواسته باشید به کسانی کمک مستقیم بکنید به ما بگید ما براتون انجام میدیم. ایشون گفت نه، شما اگر کمک میخواهید به من بگید تا من از صندوق قرض الحسنه هایی که در اختیار داریم و چندین ده برابر بودجه شماست به شما کمک بکنم.
یعنی در واقع در اون موقع اینها برنامه‌شون رو ریخته بودن، که بنده عرض می‌کنم این مطلب مربوط به سال 54، یعنی از پیش آماده بودن و همه عوامل رو تدارک دیده بودن برای این کار. این چیزی نبود که خلق و سایه باشه. و به طوری که دیدیم وقتی که شروع شد برنامه، با یک روش منظم و استراتژی محکمی رفتن جلو. گویی که آقای بازرگان گفت ما هیچ گونه آمادگی نداشتیم، ولی آقای بازرگان و نهضت ملی آمادگی نداشتن، ولی ملایان آخوندها کاملا میدونستن چی میخوان بکنن و برنامهشون هم کاملا مشخص بود، هم منابع مالیشون معلوم بود، هم برنامهشون مشخص بود. در صورت این سازمان به صورت غیر رسمی وجود داشت تا موقعی بود که در واقع کنفرانس گوادلوپ انجام شده بود و نغمه های مخالف بیشتر ساز میشد و با خمینی هم در پاریس تماس گرفته میشد و خلاصه تقویت میشد برای اینکه بتوانند اون ماموریتشو بهش محول کنن و اون ماموریت رو هرچه زودتر انجام بده. این بود که در همون سال به دستور خمینی آقای مطهری این سازمان رو ایجاد کرد به اسم سازمان جامعه روحانیت مبارز. این در اسلاید شماره 17 اگه ملاحظه بفرمایید، این آقای مطهری تا موقعی که زنده بود دبیر کلی این سازمان رو داشت، ولی بعد از فوت مطهری یکی از مهره های اصلی که ارتباط تنگاتنگ با دولت انگلستان داشت به اسم مهدوی کنی، ایشون شد دبیر کل این سازمان تا هرچه بهتر و راحتتر بتوانند در مقابل سیاست آمریکا، چه از نظر هدایت شورش، چه از نظر برنامه‌های جمهوری اسلامی در آینده، اونها رو به اون طرفی که مایل هستن، سیاست انگلستان رو پیاده کنن. بنابراین آقای مهدوی کنی که به اصطلاح ستاره درخشان این جامعه بود و علت درخشانیش هم این بود که مستقیم با سازمان‌های مربوطه در داخل انگلستان تماس داشت و اوائل هر چنگا یک بار، هر سه ماه یک بار مستقیم مسافرت میکرد به انگلستان به عنوان بیماری، ولی در واقع برای کسب دستور و اجرای دستورات سازمان های مربوطه در انگلستان بود که بنده اسم نباید ببرم. در هر صورت این آقای مهدوی کنی هم تا موقعی که زنده بود ظرف این مدت بیش از 30 سال دبیر کلی این جامعه روحانیت مبارز به عهده داشت و بعد از فوت ایشون بین چند نفر قرار شد انجام بشه، یه نفر انتخاب کنن، از جمله آقای هاشمی رفسنجانی هم بود، آقای ناطق دوری و چند نفر دیگه، ولی آقای محمدعلی موحدی کرمانی از بعد از فوت آقای مهدوی کنی به این سمت منصوب شده که ایشون هم کماکان همون ارتباط لازم رو با دستگاه‌های مربوطه داره. این جامعه روحانیت مبارز، من در این زمینه بیشتر توضیح خواهم داد در برنامه نظام ساختار نظام جمهوری اسلامی، که قسمت اعظم از روحانیون جزء این جمعیت هستند، ولی اون کسانی که در ابتدا تشکیل این کار دارن و بسیار سرشناس بودن اینایست که ملاحظه می‌فرمایید در این اسلاید شماره 18. آقای بهشتی بود سردستشون، آقای مطهری که پایه‌گذار این جامعه بود، آقای باهنر که یکی از نخست وزیران بود و ایشون به اتفاق همون آقای بهشتی همونطوری که می‌دونیم اون کتاب‌های درسی در مورد عرض کنم که مذهب و در آموزش پرورش به عهده گرفته بودند و بسیار لطمه شدیدی حتی در همون رژیم گذشته به فرهنگ ایران زدن. منتها کسی نمی‌دونست که اینا برنامه‌شون چی است،
و مرتب از این طرف اون طرف سفارش میشد که از وجود این دو نفر برای این کتب مذهبی حتما استفاده بشه. اولا ما باید کتب مذهبی داشته باشیم و بعدم نویسندش هم این دوتا باشه. حتی اگر امروز هم کسی برود اون کتاب ها رو ملاحظه کنه، بسیار بسیار شرم‌آوره و تعجب میشه که چرا در اون موقع چنین کتاب هایی اجازه چاپ داده شد، اونم به صورت رسمی و کتاب درسی دانش آموزان و دبیرستان ها، دانشجویان و دانش آموزان. در صورت همونطوری گفته شد، یکی دیگر از افراد شاخص همون مهدوی کنیه که داستانش رو گفتم و بعدم استاد همشون آقای مفتح هست، آقای شاه‌آبادی، آقای محلاتی. محلاتی ها در شیراز چون من باشون آشنا بودم، اون محلاتی پدر به این مسئله زیاد توجهی نداشت. یه محلاتی جوانم بود که ایشون استادیار دانشگاه تهران بود و موقعی که من در وزارت کشور بودم از طرف این به اصطلاح روحانیون در فارس به امضای این آقای محلاتی و 6 نفر دیگه یه نامه‌ای برای من آورد که بنده به ساتتی بکنم و آقای خمینی برگرده به ایران. یعنی یه چیز واقعا غیر عقلایی و غیر قابل قبول. منظورم که یه همچین رابطی بود. ولی اون محلاتی پسر بزرگ که داستانشو گفتم که گفت اگر پول میخواهید من به شما قرض بدم، به شما بدم قرض الحسنه، اون جزء این سازمان و این جامعه روحانیت مبارز بود و بسیار هم بسیار فعال و فتنگر. عرض کنم که اشخاص دیگری هم بودن به اسم آقای ملکی، آیت الله خسروشاهی، آقای امید زنجانی. البته این آقای زنجانی یکی از اون آخوندهای به اصطلاح سرخ بود مثل طالقانی، بعد همین آقای موحدی کرمانی و بعدم موسوی خوئینی ها. اینا افراد سرشناس بودن. ولی در موقعی که من لیست روحانیون وابسته به حکومت و روحانیون مستقل رو اینجا ارائه خواهم داد، در مورد اینها بیشتر بنده توضیح خواهم داد و بیشتر صحبت خواهم کرد. اهداف این جامعه روحانیت مبارز اونطوری که خودشون عنوان کردن، البته یه مقدارش کلیات مثل سازماندهی روحانیت شیعه، رشد و اعتلاء آن، یعنی اینکه در مقابل سنیگری اینها بتوانن شیعه رو بیشتر بسط و گسترش بدن. دوم، تحکیم مبانی انقلاب اسلامی و دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب و تقویت نظام جمهوری اسلامی، که البته این درش مستطره که به یه نوعی صدور انقلاب هم مسئله هست که اینو توضیح کافی داده شده در قبل و بر اساس این مقدمه که در قانون اساسی وجود داره حکومت جمهوری اسلامی موظف هست که همه ملت مسلمان رو به یک امت تبدیل بکنه، که حالا در اون زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. بعد سومش جالبه، حمایت همه جانبه از اندیشه فرهنگی سیاسی حضرت امام و اصل مترقی ولایت فقیه. یعنی از دید این آقایون ولایت فقیه یک اصل بسیار مترقی و انسانی و علمیه. و بعد هدف دیگه گسترش فضائل اخلاقی در جامعه اسلامی، یعنی همین کاری که الان داریم میبینیم که آقای زنجانی و آقای عرض کنم که خاوری و آقای جزائری و اینها نمونه های اخلاق اسلامی هستن که ایجاد شدن و هیچ گونه فسادی و عرض کنم که تبعیضی در داخل جمهوری اسلامی وجود نداره و همه سپاه و بقیه ارکان مملکتی تمامشان فرشتگانی هستن که از این دستور الهام گرفتن از فضائل اخلاقی. پنجم، در اسلاید بعدی ده میشه، اسلاید شماره 20، ارشاد اقشار مختلف مردم و گروه های فعال سیاسی اجتماعی از طریق تبیین وظایف شرعی.
یعنی در واقع به نوعی اون چیزی که الان به صورت رسمی در اومده در واقع امر به معروف. و ششم که از همه جالبتره، من این جداگانه صحبت کرد خواهم کرد، نقد دلسوزانه که اینو بعد میذارم جداگانه صحبت کنم. هفتم، ارتباط با روحانیت سایر مذاهب اسلامی و همکاری با کلیه مراکز اسلامی در جهت تحقق اهداف دینی، یعنی با مراکز سنی و حالا اون سنی هم به چند گروه خودشون هستن، با اینا هم ارتباط برقرار کنن که در واقع با همدیگه همه همکاری داشته باشن. بعد هشتم، تعامل مثبت و سازنده با ادیان الهی در جهت کاهش آلام جهانی و تحقق صلح، که البته راهی که اونو انتخاب کردن برای کاهش آلام جهانی اون مسئله صدور تروریست در سطح جهانه، که آلام جهانی رو از طریق تروریست کم بکنن. و بعد هم خب یه چیز کلی، تأسیس مؤسسات عام‌المنفعه، که البته این مؤسسات عام‌المنفعه از دید اونها هست، ولی اینو تمامشون وسائل و سازمانهایی هستن برای پیشبرد اهداف انقلابی و صدور انقلاب. من چون به بنده شیشو قرار شد جداگانه عرض بکنم، همونطور در اسلاید 21 ملاحظه می‌فرمایید گفته شده بند شیشو این است که یکی از وظایف جامعه روحانیت مبارز نظارت بر عملکرد مسئولین نظام و نقد دلسوزانه آنان در جهت تحقق النصیحت و لعامت المسلمین. یعنی این که اگه فارسیش بکنیم، چون در عبارتهای پیچیده گذاشتن، یعنی این که این جامعه روحانیت مبارز هدفش این است که تمام ارکان حکومتی رو بهشون دستور بده به اسم نقد دلسوزانه، به اسم این که شما این کار خلاف کردین، وزیر کشاورزی، وزیر آموزش، وزیر فلان، شما این کار کردین و باید از ما دستور بگیرید. البته اینجا بنده خیلی مختصر باید عرض بکنم که این جامعه روحانیت مبارز یکی از اون سازمان‌های پنهانی است که جمهوری اسلامی رو اداره میکنه، به خلاف اون که یه دهی فکر میکنن که این رهبر هست که همه کاره هست. خیر، اینطور نیست. در این زمینه بنده توضیح مفصل خواهم داشت. در ساختار نظام که صحبت خواهم کرد خواهیم دید که شاید رهبر به ظاهر ممکن در بعضی موارد نفر اول باشه، ولی به طوری که خواهیم دید حتی در بعضی موارد چرخ پنجم به قول معروف نیست. بینندگان عزیز حتما در اخبار شنیدن که اخیراً در شهر خرمشهر یک دستفروشی به علت اجحافی که بهش شده بوده و دستفروش رو تعطیل کرده مامورین پلیس در اونجا از طرف شهرداری، ایشون به همه مقامات مراجعه کرده و وضعش رو شرط داده و گفته که من تنها ممر درآمدم همین دستفروشیه و خلاصه به من رحمی کنید، چون بساطش جمع کردن و بردن به شهرداری، هرچی مراجعه کرده بهش پس ندادن. در نتیجه رفته در مقابل میدان شهرداری خودش آتش زده و چون آتش سوزی درجه یک بوده، خودسوزی درجه یک بوده، اینه که در بیمارستان فوت میکنه. خب این یه مثالی است که ما در ایران داریم و همینطور که میبینیم غیر از یه جمعیت مختصری که در خرمشهر راه افتادن و تظاهراتی کردن، از نظر حکومتی آب از آب تکان نخورد، انگار نه انگار که چنین انسانی وجود داشته و به علت ظلم و اجحافی که بهش شده به این صورت در اومده و خودسوزی کرده. حالا در مقابل اگه خاطرتون باشه در دسامبر 2010 در تونس مشابه همین اتفاق افتاد. در استراد شماره 3 ملاحظه کنید، اونجا شخصی، اونم یه دستفروشی به اسم طارق طیب محمد ابن بو عزیزی، این هم پلیس اونجا بهش اجحاف کرد و خلاصه دستفروش رو تعطیل کرد و اونم هر چقدر التماس کرد به جایی نرسید. فقط فرقش اونجا با اینجا این بود که اون خودسوزی که این شخص کرد در اونجا آغاز بهار عربی شد. درسته که بهار عربی رو کشورهای
بلوک غرب یا سازمان‌های سیاسی جهانی برنامه داشتن که این برنامه رو پیاده کنن به اسم بهار عربی، ولی در تونس اصلا پیش بینی نمی‌کردن. در نتیجه این خودسوزی این شخص انقلاب شد در اونجا و رئیس جمهورش مجبور شد شبانه فرار کنه و بره در عربستان پناهنده بشه. در هر صورت من امیدوار هستم که ملت ایران از این مسائل پند و اندرز بگیره. یک لینکی هست که اینجا چندین بار من خدمت بینندگان عزیز ارائه دادم و اون مربوط به این شعر آقای بیداده که خواهش میکنم دو سه دقیقه بیشتر نیست، اینو لطفا گوش بکنید. مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید، یا از اصالت خودتان دور گشته اید؟ تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی به زیر منتشان زندگی کنید؟ اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن. دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای، در درین ثار ره خوب کرده ای. آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست شام غریب تباهی اند، گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است. ای خلق، این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم، برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند. در موج خیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است. در زیر بار غصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق ناله می کند. اندوه این حدیث دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. هل من مبارز از بن دندان برآورم. همینطوری که در استاد شماره 22 منظمی فرمایید، این جامعه روحانیت مبارز در واقع کارگردان اصلی جمهوری اسلامی در ابتدا بوده، لاغر برای چندین سال که هم کارگردانی میکرده، هم سیاست گذاری میکرده و همین که مورد تایید خمینی هم بوده. البته خمینی هم این سازمان و همون قسمت مربوط به مجمع مبارزین، مجمع روحانی مبارز هم تایید کرده. درسته سازمان هایی که با این جمعیت روحانیون مبارز هماهنگی دارن از نظر فکری، منظورم خلاصه راستگرا هستند، اینها عبارتن از تعدادشون زیاده، چند تا شاخصشون من عرض میکنم، حالا وظایف هر کدوم میشونم که مشخصی چگونه هست. عرض کنم که یکی حزب جمهوری اسلامیه که شاخص همه بود، در ابتدا همه کاره بود ولی اکنون دیگه اونچنان فعالیت چشمگیری نداره. اشخاصشون به اون پست‌ها و مقامایی که میخوان برسن رسیدن و بنابراین زیاد دیگه فعالیت نداره. بعد حزب مؤتلفه اسلامیه که اینم یه حزبی است بسیار چشمگیر که اینو در موقع ساختار نظام بعد صحبت خواهم کرد. بعد جامعه اسلامی مدرسین، چه مدرسین قم و چه مدرسین مشهد، انصار حزب الله هستند که اینو هر کدومش اومده توضیح خواهم داد. بعد جامعه اسلامی دانشگاهیان
که اینا در دانشگاه‌های مختلف هر کدوم یک سازمانی دارن به اسم جامعه اسلامی و مجموعشون هم یه مرکزیتی داره. و بعد از همه مهمتر انجمنهای اسلامی اصناف بازار تهران هستند. این سازمان ها همونطور که عرض کردم همه با این جمعیت روحانی مبارز همکاری نزدیک و تنگاتنگ دارن و در واقع این جمعیت پایه‌گذار شورش 57 بود. پایه‌گذار به این مفهوم که تمام دستوراتی که صادر میشد، برنامه هایی که تکثیر میشد، بیانیه هایی که نوشته میشد، برنامه های مربوط به تظاهرات که کجا جمع بشن، نطق هایی که خمینی میکرد و پخش میشد، همه اینها با اینکه آقای بازرگان و جبهه ملی و عرض کنم که مجاهدین خلق فکر میکردن که کاری هستند، اونا کاری نبودند و کار اصلی رو اینها انجام میدادن و اونها رو هم به دنبال خودشون میکشندن و کما اینکه دیدیم به خوبی هم وظیفه‌شون رو انجام دادن. و در واقع این جامعه روحانیت مبارز بود که انقلاب و یا شورش رو به نظر بنده به ثمر رسوند. اگر اینها نبودن و این برنامه‌ریزی نمی‌شد و این تمرکزی روی این مطهری، مهدوی، کنی و خمینی وجود نداشت، این کار به ثمر نمی‌رسید. حالا برگردیم به مسئله آقای کروبی. آقای کروبی هم البته داستانش مفصله، فقط من اینجا خیلی خلاصه عرض بکنم، در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد که ایشون پایه به علت دلایلش هم توضیح خواهم داد، به علت مخالفت هایی که باش میشد در جامعه روحانیت مبارز، هم ایشون و هم خوینی ها و همه کسانی که اومدن بعدن بیرون که انشعاب کردن، ایشون پایه گذار مجمع روحانیون مبارزه، چون این دوتا نباید با هم اشتباه بشه. جمعیت روحانیون مبارز یه جمعیت راستگرای مطلقه، مجمع روحانیون مبارز که آقای موسوی هم به گونه‌ای، البته جز روحانیون نیست، به گونه‌ای با اینها همکاری داره، اینها جناح چپ جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن و پایه‌گذار این کارم آقای کروبیه. البته در مقابل این دوتا جامعه، یعنی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز، در سطح کلی قولهای دیگر روحانیون وجود دارن که اینها در مقابلشون هیچ هستن، که اونها کسانی هستن که در واقع جمهوری اسلامی رو کارگردانی میکنن. به ظاهر جمعیت روحانیت مبارز کار انجام میده، ولی به طوری که خواهیم دید عواملی در جمهوری اسلامی وجود دارن که اسمشون هم هیچ جا نیست، گروهشون دولتی هستن و گروهشون غیر دولتی و در واقع اونها کارگردان اصلی هستن و جمهوری اسلامی رو اونها دارن میچرخونن. آقای خامنه ای و سپاه و دادگستری و دولت و حکومت هم در دست اونهاست که بنده اینو در جلسات بعد توضیح خواهم داد. و ضمناً میخواستم خواهش بکنم که دوستان هر گونه نظری دارن، پیشنهادی دارن راجع به این بیانات بنده، اگر تصحیح میخوان انجام بدن یا اطلاعات بیشتری دارن بنده رو راهنمایی کنن، بسیار متشکر سپاسگزار هستیم. و همینطوری که قبلا هم صحبت شد، در اون اسلاید ها این شماره تلفن ها هست، به خصوص 619-76-23 با اریا کد 650 آمریکا. لطف بفرمایید نظرشون رو اعلام بکنم. و همینطور این برنامه ما در 7 وبسایت داره پخش میشه که اونو اسلایدش رو مرزی خواهید فرمود. بنده دیگه چون وقت تمامه به درود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران، به درود.
زمین ما بستر دلاوران خاک مهربان گهواره آزادگان نوجوان ما بین حال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما نبی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم ما